بسم الله الرحمن الرحیم به یاری پروردگار بزرگ جلسه دهم مضمون سیاست و حکومت در خاور میانه را آغاز میکنم. در این جلسه سیاست و حکومت در ترکیه و اسرائیل را بعد از تحولات جدیدی که در دهه 80 در دنیا صورت گرفت و بحث میگیریم. یعنی جنگ سرد پایان یافت، یکی از قطبه های قدرت از بین رفت، اروپا یا اتحادیه اروپا که سالها قبل آغاز شده بود متحدتر می شود، لحاظا در سیاست های خارجی کشورهای اروپایی هم تغییرات یا روی کردهای جدیدی با وجود می آید. لحاظا برای ترکیه هم نیاز بود، ضرورت بود که سیاست های خود در مقابل دنیای جدید چگونه انطباق، یعنی ترکیه هنوز در تطبیق سیاست های خودش با خواست ها یا در مطابقت با سیاست های جدید دنیا در تردد بود. بسیاری ها به این نظر هستند که سیاست خارجی ترکیه در بحران هایی که در سال 1990 و 1991 در خلیج فارس صورت گرفت، در همون جا بود که ترکیه مجبور بود که از یا خود مجبور میافت یا لازم میدانست که مثل گذشته به امور خاورمیانه بی توجه نباش و به خاورمیانه توجه کن. میبرن که سیاست ترکیه در مورد خاورمیانه دچار تحول میشه و این زمان صورت گرفت، باران خلیج فارس وقتی با وجود آمد که ترکیه راجع به سیاست خودش در دوره جنگ سرد در حال تصمیم گیری بود که چگونه ترکیه میتونه خود به عنوان یک کشور یا یک عامل مهم در امنیت اروپا مطرح کنه، چون در اروپا تغییراتی آمده بود و ترکیه هم تا یک حد خود کشور اروپایی هم میدانه، لحاظا میخواست که در امنیت اروپا سهم مهمی داشته باشه، چون رهبران ترکیه در اون زمان می دانستند که در اروپا تغییرات بنیادی آمده، در دنیا تغییرات آمده و تغییرات در کشورهای اطرافش هم صورت گرفته، لحاظا باید به ایمان یک بازیگر مؤثر در عرصه نظام بین الملل وارد شد. خوب ایره یک دلیل می دانند که ترکیه با طرف تغییر سیاست خارجی خودش حرکت می کند. خب البته برای ازی باید دلیل درست گفته شوه، دلیل قناعت بخش ایره شوه. تایی که تایید کنه این مسئله را، کسایی که در ترکیه سیاست گذار هستند در دوران هر حکومتی، خب با ای که سیاست خارجی ترکیه، تغییر سیاست خارجی ترکیه موافق و مخالف هست اوقدر توجه نمی کنند، ولی ادعا می کنند که سیاست داخلیشان ایجاب می کنند که در سیاست خارجیشان تغییر بیاید.
به این معنا که آیا سیاست خارجی تغییر کنه یا نکنه یه مفید است یا مضر است به این توجه نمیکنن، ولی به این میگن سیاست داخلی از اونها چه تقاضایی را داره و به اساس همون تقاضای سیاست داخلیشان سیاست خارجیشان را پایریزی کنه. اگر به این ترتیب دیده شود سیاست های ترکیه مورد بحث قرار میگیره. سیاست های قبلی ترکیه در زمان جنگ سرد اگر در نظر گرفته شود، این نشان میده که اون سیاست ها در اون سیاست ها ترکیه ترجیح میداد که با غرب رابطه مستحکمتری نسبت به کشورهای منطقهش یا خاورمیانه داشته باشد. و همیشه سیاست های ترکیه در مورد خاورمیانه دنباله یا تعقیب سیاست های غرب در این منطقه بود. اما وقتی که بحران های در خلیج فارس با وجود آمد، در این دوران است که سیاست خارجی ترکیه جدیدتر میشه و نیروهای ترکی در کشورهای با کشورهای غربی برای از اینکه عراق از نیروهای عراقی را از کویت بیرون کنند همکاری میکنند. در این زمان البته تورگوت اوزال رئیس جمهور وقت ترکیه است و تورگوت اوزال این بحث پیش میکنه که میگوید که حالا دیگه سیاست خارجی ترکیه در قبال شرق میانه از او حالت خاموشی و رکود و به عدم فعالیتش به یک حالت فعال در آمده. هدف اوزال همی بود که نشان بده که ترکیه با تغییر فضای بین المللی تغییر یافته و این تغییر باعث نزدیکی بیشترش به غرب شده، چون ترکیه در کنار کشورهای غربی واردی یک ائتلاف ضد عراق شده. خوب، حمله ای که عراق در کویت در 2 اگوست سال 1990 کرد سیاست خارجی ترکیه را در مورد شرق میانه با یک چالشی روبرو ساخت. لحاظ موضع گیری ترکیه در بحران خلیج فارس بعد از دهها بود که یک تغییری در سیاست عدم مداخله کشور در امور شرق میانه یا در منازعات شرق میانه با وجود آورد. خب البته این نظر مخالفانی هم دارند، بعضی ها با این مخالفت کردند که این تغییرات در شرق میانه یا در خاور میانه بسیار به سرعت صورت گرفت که این امکان وجود نداشت که ترکیه فرصتی داشته باشد که در این زمینه سیاست خود تدوین کنه. لحاظا این یک سیاست حالت مبتعی بود که تغییر سیاست به وجود آورد و ترکیه عمدن و قصدن از قبل نخواسته بود که در سیاست خودش در رابطه با شرق میانه تغییراتی را ایجاد کنند. ولیکن بحران های سال 1990 و 1991 خلیج فارس با تغییر سیاست ترکیه منجر شده و ترکیه را درگیر منازعات که در بین کشورهای عربی هست و نموده که قبلا ترکیه از این منازعات خود با دور نگاه داشته بود، با اساس معاهداتی که معاهده بغداد داشت کوشش میکرد که در امور مربوط به کشورهای عربی خاورمیانه مداخله نکند. لذا ورود ترکیه در ائتلاف علیه عراق و در کنار غرب در بحران کویت میشه یک تغییری در سیاست خارجی
ترکیه در خاورمیانه مورد بحث قرار بگیرم و این روی کرده یا این سیاست جدید در شرایط مشخصی با وجود آمد که یک روی کرده اکثر عملی بود تا یک روی کرده تدوین شده و تعیین شده و مورد بحث قرار گرفته. یعنی ترکیه همچنین با امریکا که در انجرلیک و اینجاها پایگاه نظامی داشت اجازه داد. ما البته در او پایگاه ها در زمان قرارداد امریکا از این پایگاه علیه همسایه های کشور استفاده نمی کردن، یعنی در او ایده های کمالیستی ای وجود نداشت، اما ترکیه جدید اجازه داد که از این پایگاه ها بر فراز عراق امریکا از تیاره های خود استفاده کنه و ای مخالف با او سیاست های کمالیستی بود. و این ترتیب میبینیم که یک تغییر سیاست در ترکیه با وجود میاد. همین قسم در نظام حکومت هم تغییرات در ترکیه آمد. تا قبلا احزاب یا حزبی مربوط به کمال اتاترک و سیاست های او را تعقیب می کرد، اما حزب عدالت و توسعه توانست که در انتخابات ها پیروز شود و به قدرت در ترکیه به دست خود بیارم. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه هم می بینیم که در سیاست شرق میانه ترکیه هم تغییراتی به وجود میاد. یعنی دولت جدید سیاست جدیدی را در پیش میگیره. مثلا از او جمله یک سیاست می بود که در زمان حزب عدالت و توسعه که امروز هم قدرت ترکیه در اختیار همین حزب چند دوره پای در پای قرار داره، این بود که ترکیه تلاش کرد میکرد که موقف یا جایگاه خود در منطقه یا در خاورمیانه تحکیم بکنه، بلندتر ببرم. ترکیه تلاش دیگر این حزب چون حزب اسلامگرا و ملیگرا هست، تلاشش هم است که با کشورهای عرب مسلمانی که در خاورمیانه هست رابطه خوبی داشته باشه یا رابطه شد تجدید کنه. لحاظا تلاشش همی بود که در رابطهش با کشورهای عربی شرقی میانه یک مرحله جدیدی را آغاز کنه و همه قسم بتانه در این منازعات به عنوان یک میانجی منطقه‌ای وارد صحنه شد. یعنی ترکیه در زمان حاکمیت حزب اتاترک تقریبا یک حالتی منفعلانه در شرق میانه داشت. حالا ببینیم که در زمان حزب عدالت و توسعه با یک بازیگر دیپلماتیک مهم در منطقه که در بسیاری مسائل مداخله دارد تبدیل شده است. و ترکیه با سوریه و ایران هم بعضی مشکلاتی داشت. در حزب عدالت تلاش شوی بود که با یک کشورهای ایران که غیر عرب است و اینها هم اختلافاتش حل کنه تا روابطش هم با دنیای عرب هم با منطقه توسعه بیشتری پیدا کنه. در حقیقت سیاست جدید حزب عدالت مخالف او سیاست های که بنیانگذار ترکیه فعلی اتاترک بود مخالف از او است. سیاستی که توسط حزب حاکم عدالت حالا در به کار برده می شود این به طور عموم به این معنا نیست که در زمان حزب مربوط به کمال اتاترک ترکیه به طرف غرب گرایده بود و همکاری با غرب داشت
و حالا حزب عدالت و توسعه ها میخواهد که از همکاری باغر دست بکشه. چنین چیزی نیست. و اسلام گرایی که در ترکیه مطرح است ای در حقیقت به خاطر حفظ امنیت و بعد از جنگ سرد آغاز شده، اینا به معنای از این نیستن که با غرب قطع روابط کنن یا در برابر از او در برابر غرب یک سیاست متخاصمانه را در پیش بگیرن. لحاظا بسیاری ها به این نظر هستند که اگر وضع موجود درستتر مدیریت شود، هم به نفع امریکا و هم به نفع ترکیه هست و غرب هم میتونه که از ترکیه به عنوان یک واسطه در خاورمیانه یا در شرق میانه استفاده کنه. در زمان جنگ سرد ترکیه فکر میکرد که تنها تهدیدی که وجود داره برای امنیت ترکیه از جانب اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. یعنی چالشی که ترکیه با او مواجه خواهد شد از طرف اتحاد شوروی دامن زده خواهد شد. اما دیده شد که بعد از سقوط اتحاد شوروی هم ترکیه با تهدیدهای مواجه بود. یکی از این تهدیدها جدایی طلبی کرد هاست. کردهایی که در ترکیه هستند، اینها طرفدار حداقل طرفدار خودمختاری است. از این لحاظ مبارزات خشونت آمیزی را که باعث تلفات ترکا و کردها شده، اینا سالها ادامه دادن. همین قسم میبینیم که در عراق هم مشکلات فرقه‌ای با وجود آمده که جنگ ها و خشونت ها را در پای داره و این امکان وجود داره که این همی خشونت ها از عراق با ترکیه هم سرایت کنه. و همین قسم موقف ایران هم میبینیم که با وجود که ایران مورد خشم غرب قرار داره یا تحریم قرار داره، ولی به عنوان یک کشور که در کشورهای همسایه نفوذ داره، این هم میتونه یک رقیب برای ترکیه باشه و یک خطر و یک چالشی به حساب بیاره. قدرت ایران هم میتونه یک چالشی برای ترکیه باشه. و همین قسم وضعیت در لبنان میتونه تهدیدی برای امنیت ترکیه باشه و جنگ سوریه امروز که مستقیما ترکیه هم در جنگ شریک است و امنیت خود در خطر میبینه و امریکا هم که از کردها در اونجا از احزاب کردی که ترکیه اونا را تروریست میخوانه استفاده میکنه، این البته یک چالش هم بوده که ترکا با مواجه هستند. مهاجرین سوریه که در نتیجه جنگ ترکیه آمده، ای از چالش های دیگری برای سوریه در زمان جدید به حساب میایم. و تقریبا حمایت امریکا از کردها باعث خشم ترکیه شده که در مناسبات ترکیه و امریکا یک مشکلی را با وجود آوردن که باعثی از ایست که روابط ترکیه با غرب از پیشرفت باز بمانه یا پیشرفت قابل ملاحظه نداشته باشه و هنوز هم شمولیتش در اتحادیه اروپا گام های موثری برداشته نشده. و البته در جریان جنگ سرد میبینیم که در اون زمان کسایی که قدرت ترکیه را به دوش داشتند یا در دست داشتن طرفدار غرب داشتن بودن و سیاست خارجیشان هم بر هم مبنات شکل می دادن. حالا می بینیم که اینمی سیاست مدارای طرفدار غرب مورد پذیرش مردم ترکیه نبوده، کنار می روند آهسته آهسته و جای از اونها را سیاست مدارای محافظه‌کار یا مذهبی یا ملی گرفته. از این لحاظ است که کسایی که حالا در قدرت در ترکیه هستند به مسابقه تاریخی خودشان امپراتوری عثمانی یا حکومت عثمانی
نظر خوبی دارن که این حکومت توسط کمال اتاتورک یا حکومت قبلی ترکیه یا نظام قبلی ترکیه با وجود آمد، بعد از او سقوط داده شد. حالا میبینیم که رهبرای فعلی با عثمانی ها با نظر خوبی دارن و رفتار غرب در برابر ترکیه و شک و تردید میبینن، مثل که امریکا از جدای طلبای کرد ترکیه حمایت میکنه در عراق و در سوریه. از این لحاظ اینا با او به نظر شک میبینن. خب فعلا که حزب ادارات توسعه است، اردوغان در رأس از او قرار داره، یک حکومت منتخب است. ای در رابطه با اسرائیل هم نظرش متفاوت است و در رابطه با مسائل داخلی، مثلا آیا صوفیه که سالها موزیم بود و یک مسجدی بود که دوباره به در روزهای اخیر مسجد شد و مورد استقبال تمام مسلمان های دنیا قرار گرفت. از این لحاظ میبینیم که جنگ خلیج فارس یا بحران هایی که 1991 در این منطقه صورت گرفت، انگیزه ای بود برای ترکیه که در سیاست خودش تغییر بیاره و به خاورمیانه بر بگردم. البته در زمانی که ترکیه در جنگ علیه عراق در کنار امریکا، در زمان تورغوت اوزال که از رهبران قبلی و از طرفداران بنیانگذاری ترکیه فعلی بود، یعنی تا تور بود، او در کنار لشکر امریکا لشکر خود به عراق به کویت فرستاد تا عراق از کویت بیرون کنند. با وجود از اینکه بسیاری از نظامیان ترکیه که قدرت هم در اختیار داشتن از این حمایت نمی کردن و همین قسم تورغوت اوزال از فیصله های سازمان ملل هم حمایت کرد. به این خاطر او لوله های انتقال نفت و که از ترکیه می گذشت ما را متوقف کرد و نیروهای نظامی بیشتری به منطقه فرستاد. از این لحاظ ترکیه ضررها یا مصارفی را متحمل شد، مثلا از ترانزیت نفت محروم شد یا دیگه به دست نمی آورد و مصارف یا هزینه های نظامی را هم باید پرداخت میکرد. و هدف تورغوت اوزال از این بود که رابطش با امریکا بسیار تنگاتنگ شود، بیشتر شود و در منطقه اهمیت استراتژیک پیدا کنه و به عنوان یک شریک استراتژیک ایالات متحده پذیرفته شود. و همین قسم جریان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تسریع کنه، سرعت ببخشه. خب البته تورغوت اوزال به هدفش نرسید و هنوز هم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پیشرفت چندانی نداره و از لحاظ اقتصادی هم ترکیه چیزهایی را به دست نیاورد. تجارتش با عراق قطع شد، ترانزیت نفت توقف پیدا کرد و حتی مشکل کردها هم بیشتر شد با این جنگ. یعنی کردها هم زمینه پیدا کردن که مشکلات زیادی را برای ترکیه با وجود بیارن و ای که ترکا در عراق، در شمال عراق تانستن یک دولت خودمختار یا پایگاهی را در پیدا کنن و حزب کارگرها در اونجا بیارن، این بزرگترین چالشی برای ترکیه بود که در همین سالا شروع شد. بالاخره میبینیم که وقتی که ائتلاف ایالات متحده امریکا در سال 2003 به عراق میآید، ترکیه هم در این سیاست ها دخیل میشود. ترکیه یک از این مداخله امریکا بیمناک بود که وضعیت در شرق میانه تغییر بکنه و طور به امنیتی در شهر در با از بین رفتن صدام بیاید که بس امنیت ترکیه خطرناک باشه. از این لحاظ تهاجم امریکا به عراق
رهبران ترکیه را به یک ترس واقعی تبدیل کردن، چون عراق میبینیم که باز جایی میبشه که تروریزم در اونجا میآید و نفوذ ایران زیادتر میشه و همه قسم بعضی مسائل دیگه پیدا میکنن و کردها هم یک دولت نیمه رسمی را پیدا میکنن یا تمامشان باعث نگرانی ترکیه از این وضعیت بود. لذا دولت خود مختار کرد که به حمایت آمریکا در شمال عراق صورت میگیره بر امنیت ترکیه تاثیر زیادی داره، ترکیه با این کار مخالف است. این مشکلات باعث شد که باعث بود که بین ترکیه و آمریکا هم روابطشان متزلزل شوه و ترک ها هم تلاش کردن، شاید به کمک آمریکا هم توانستن که عبدالله اوجالان رهبر پیکه را بگیرن و محبوس داشته باشن، ولیکن با وجود از ما هم هنوز هم سیاست های آمریکا در عراق و در خاور میانه از نظر ترک ها یک سیاست مشکوک در چی کاری در امریکا در این جاها انجام میتن، ترک ها در مورد شک دارن، تردید دارن و ای که در افغانستان و عراق به بهانه مبارزه با تروریسم آمدن حمله کردن و در اینجا سال هاست که باقی ماندن و اثرات ناگواری رنگ گذارندن، ترک ها به این فکرند که وقتی که امریکا در عراق و افغانستان به این بهانه می جنگد چرا با خواست ترکیه در مورد پیکیکی که یه هم یکی از اعضای و یکی از گروه های تروریستی قبول نمی کنه و او را یک گروه تروریستی نمی شماره. البته امریکا منافع خود در اونجا دارن، لحاظ از می بینیم که هنوز وضعیت بین حزب عدالت یا ترکیه امروزی و امریکا مشکلاتی را در پیش روی خودشان دارن. خب در باقی جلسه ما وضعیت روابط حزب عدالت روابط ترکیه را در زمان قدرت حزب عدالت و توسعه با اسرائیل و خود اسرائیل مورد بحث قرار می‌دهیم.